أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هزار و صد و شصت سال قبل از میلاد، فدان آرام شهری در جنوب کشور ما بود. ایشدار بزرگ، ای خدای مادر، ای خدای مهربانی ها،
ای خدای زایندگی و باروری، این کودک را شفا بخش و مادر نگرانش را شادمان کن. مادر این کودک عهد می کند به درگاهت هدایای گرانبها تقدیم کند. من از ایشدار بزرگ خواستم که فرزندتان را زنده نگاه دارد. او تقاضای مرا پذیرفت. بروید و فرزندتان را آنگونه بزرگ کنید که از پیروان ایشدار باشد. از شما من از ایشدار بزرگ سپاس گذارم. درود بر ایشدار مهربان. از شما سپاس گذارم. فرزندم در حال مرگ بود، شما او را زنده کردید. بیشک این کودک میتون فرزند ما شفا خواهد یافت. ایشدار خدای مهربان و قدرتمند نیست، حتما او را نیست شفا خواهد داد. حتما همینطور است. برویم. شما را چه میشود؟ شما که خود مسجود ملائک هستید، سجده به پیشگاه مصنوع خیش میبرید؟ هستی همه تسلیم و منقاد انسان است، آنگاه شما سر تسلیم در برابر سنگ بیجان فرود میآورید. تو این سخنان را از نزد خود میگویی و بیهوده به خدایان ما اهانت میکنی. من از نزد خود نمیگویم، من فرستاده خدا و سخنانم از کتاب خداست. این کتاب آسمانی صحف است که بر جد من ابراهیم پیامبر نازل شده. من پیرو دین او و مروج و مبلغ این کتاب هستم، از خود نمیگویم. در آن کتاب آسمانی نوشته شده که به خدایان ما اهانت کنی؟ اهانت نمی کنم، سوال می کنم. اگر می دانید پاسخ بدهید، اگر نمی دانید بپذیرید. از شما می پرسم، تندیس های معبد ایشدار خالق شما هستند یا مخلوق شما؟ ایشدار بر شما سیطره دارد یا شما بر ایشدار؟ ایشدار بر شما فرمان می راند یا شما بر او؟ اگر ایشدار سنگی ضعیف و ناتوان است، پس چگونه فرزند مرا شفا داد؟ راست میگوید، ما هم دیدیم. آری حقیقت دارد، ایشدار فرزند او را شفا داد، من دیدم. آن شنوای دانایی که ناله های تو را شنید فرزند تو را شفا داد، نه ایشدار. تو اگر چه به غیر خدا پناه بردی و از غیر کمک خواستی، اما او که آگاه بر احوال همه بندگان است، به حال زار تو رحمت آورد و فرزندت را بهبود بخشید. تو را چون چشم بصر است و بصیرت نیست، ایشدار را دیدی اما شفا بخش حقیقی را ندیدی. خلاصه کلام یعقوب این است که خدایان خیش را رها کرده و خدای او را بپرستید. درست نگفتم؟ آخر از خدایان خود چه خیری دیده ایم که از خدای تو ببینیم؟ من شما را به پرستش خدای برتر میخوانم، خدایی برتر از همه هستی. از کجا بدانیم که خدای تو از دیگر خدایان برتر است؟ از کجا که تو و خدایت همچون کاهنان معبد ایشدار به فکر انباشتن سیم و زر و تامین منافع خود نیستید؟ همه میدانید که من برای لابان شبانی میکنم و از خود چیزی ندارم. آیا تا کنون مزدی از شما طلب کردم؟ آیا جز کار و تلاش و شبانی از من دیده اید؟ اگر از این پس طلب کردی چه؟ تا کنون قدرت نداشتی، وگرنه تو هم بهتر از کاهنان نیستی. همه شما یکی هستی. بر اریکه قدرت که تکه زدید، شکم خود را سیر میکنید و گنجینه های خود را انباشته میگردانید. من به تو حق میدم، تنها فرزند بیمار خود را از دست دادی و هیچ کس تو را یاری نکرد. نه ایستر جادوگر و نه ایشدار خدای معبد. اگر به همه خدایان هم پشت کنی، حق داری. من با ایشدار خدای ناتوان معبد کاری ندارم. روی سخنم با خدای نادیدنی تو است. ما به اندازه کافی از خدایان سرد و سنگی کشیده ایم. تحمل خدای دیگر را نیست. مأمورین آمدند. مأمورین معبد آمدند. فرار کن فارس. فرار کن. از آن طرف. بروید. برادید دستگیرش کنید. از این چه بگذارید فرار کنه.
اگر داماد لاوان فرماندار نبودی میدانستم با تو چه کنم. مرا از تو و مامورین معبد باکی نیست. پراکنده شدید. بیش از این به کفرگویی های یعقوب گوش ندهید. مگر نمی بینید کفرگویی های یعقوب قحطی برای فردان به ارمغان آورده است؟ راست میگوید. برویم تا به نفرین ایشتار دچار نشده ایم. برویم برویم. اگر به زودی باران نبارد تمام محصول مردم قدان از بین میرم. امیدوارم خداوند هر چه زودتر باران رحمت خود را بر این شهر نازل کند. آنجا چه خبر است پدر؟ این رسم دیرینه مردم قدان است. دشمنان ایشتر را آتش میزنند. آتش زدن با منجنیق. شما همینجا گله را نگه دارید، من ببینم چه خبر است. خویم کنید به ما را کنید. اگر من چه کردم خویم کنید. یعقوب شبان است، خواهرزاده فرمانده لاوان. کاهن بزرگ به ما رحم کنید. فارس گناهی ندارد. بزار کفر همین است. مردم فتان به دادم برسید. من بی گناه هایم. باید تو یادات شد. فارس دشمن ایشتار می باشد. او با سنگ به ایشتار حمله کرده و او را خدایی بی ارزه و نالایق خطاب کرده است. طبق سنت قدیم مردم فدان، کسانی که به خدای بزرگ ایشتار اهانت کنند باید با منجنی در آتش افکنده شوند. بیچاره فارس. من بیگناهم. به من رحم کنید. به من رحم کنید. به مردم فدان. گناه من چیست؟ گناه من چیست؟ من بیگناهم. من بیگناهم. به مردم فدان. من بیگناهم. کاهن بزرگ. کاهن بزرگ. به من رحم کنید. بیهوده فریاد نکن. یا باید خونبهای خود را بپردازی یا در آتش سوزانده شدی. من بیگناهم ای مردم فتان. اوهران از سوزانی. بهای خون او چقدر است؟
من میپردازم. تو میپردازی؟ نه، او خودت دشمنانه ایشتار است. تو خودت دشمنانه ایشتار هستی. ابتدا باید بهای خون خود را بپردازی. پس چرا مرا دستگیر نمی کنید؟ مجازات منجنیق با آتش در خاندان من پیشینه دیرینه دارد. پدر بزرگ من ابراهیم هم یک بار به دستور نمرود در آتش افکنده شده است. اگر تا کنون دستگیر نشده ای به خاطر فرماندار است، چون هم داماد او و هم قارزادش است. پس منصوبین به حکومت و فرماندار می توانند به خدایان اهانت کنند و مجازات نشوند. دستگیرش کنید و چون پدر بزرگش در آتش بیافکنید. رهایم کنید، رهایم کنید، گفتم رهایم کنید. رهای، اینجا چه خبر است؟ او را رها کنید، متهم را هم آزاد کنید. فارس باید مجازات شود. وقتی یعقوب خونبهای او را میپردازد، حق ندارید او را مجازات کنید. آزادش نکنید. یعقوب، تو باید 500 دینار بابت خونبهای فارس بپردازی. مانعی نیست، من این پول را خواهم پرداخت. خداوند دایی خوبم لبان را حفظ کند. من تا به کی باید مراقبت باشم که دست از پا خطا نکنی؟ چه میکنی؟ سپاسگزارم. تا زمانی که خونبهای خود را پرداخت نکردم برایت سعی و تلاش خواهم کرد، برایت کار خواهم کرد. تو خاندان فارس را نجات دادی، تو زندگی ما را نجات دادی. برویم، برویم. بیچاره مدام زحمت میکشه. سال هاست که ایشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لبان به دادمان نرسیده بود، هر دوی من را میسوزندند. فارس به خاطر نجات جانش باید ایشتار پرستی را رها کرده یک تا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یک تا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا، چیزی نمانده. سال هاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد.
درود بر ایسردن و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد ایشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد، وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس های سرد و سنگی معبد ایشتار باران میبارد؟ کفرگویی های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خیشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس های سرد و ضعیف را می پرستید؟ چرا زمین فسرده جان خیش را با نور ایمان به خداوند یکتا گرمی نمی بخشید؟ بزرگ الهی باروری، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار دور کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای اشتار بزرگ، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار ببری و باران رحمتت را بر مردم فدان فرود آوری. مثل همیشه مقابل معبد ایستاد و به خدایان اهانت کرد. با ایستادن مزار فرزندش نیز سخن گفت، اما من چیزی نشنیدم. باشد که خوش سالی را یعقوب داشت بردار نیست و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای اشتار بزرگ، باز هم یعقوب شروع کرده است. امیدوارم که به نفرین خدایان دچار شود. حال با او چه کنیم؟ تو لابان را به اینجا بخوان. چاره کار با من. هرچی زودتر لابان را به اینجا بخوانید. علی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید. امر مهمی است؟ بله جناب فرمان. دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمی آیی. قول میدم دیگر غلط میکنم. بازش کنید. با من بیا. ظاهرا موضوع مربوط به یعقوب شبانه. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. من پاسخ نیستم. او بر علیه خدایان سخن. هم وظیفه کاهنان است که به او پاسخ درست بدهند. اگر توان پاسخ گویی ندارید چرا مزاحم من می شوید؟ خدای خدایان ایشدار بزرگ خشمگین است. من قحطی می بینم. خوشتالی ها مرد مردم فدان را فرا خواهد گرفت. مادران داغ دیده میبینم. منتظر باشی. کاهن بزرگ را خبر بده. ایشدار را به خشم آوردند. ایشدار کفر و اهانت را در حق خود بر نمیتابد. کسی ایشدار را به خشم آورده است، آن که به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. ایشدار بزرگ قربانی میطلبد.
لابان، چرا مانع کفگوی خواهرزادت یعقوب نمیشوید؟ مسئول ایمان مردم شما هستید، پاسخش را بدهید. من فرماندارم، نکاهم. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. اما او خواهرزاده و شوهر دختران شماست. من مسئول آرامش و امنیت فدان هستم، نه مسئول نظارت بر اعمال خواهرزادم. همین دلیل باید او را ساکت کنید. او آرامش فدان را به هم زده است. آرامش را به فدان بازگردان. به زودی قفتی همه فدان را فراخواهد گرفت و یعقوب عامل همه این بدبختی است. چگونه است که یعقوب تاکنون موجب وفور نعمت و ازدیاد گوسفندان من بوده، ولی اکنون باعث قحطی و بدبختی فدان شده است؟ از آن رو که اکنون یعقوب به خدایان کفر می‌ورزد. پیشتر هم او به خدایان بابل ایمان نداشت. چرا آن موقع عقیده خود را پنهان می‌داشت؟ اما اکنون ابراز می‌دارد. فاش در ملای عام به ایشتار اهانت می‌کند. باید او را وادار به سکوت نمایی. باید؟ آره باید. فکر میکنی دولت بابل برای چه تو را اینجا منصوب کرده است؟ پس میدانی چه کسی مرا به فرمانداری منصوب کرده است؟ بهتر است این را هم بدانید که من از دولت بابل فرمان میگیرم، نه از شما و نه از معبد ایشتار. پس اشکالی ندارد اگر کاهن اعظم معبد ایشتار در بابل از این ماجرا مطلع شود. با یعقوب سخن خواهم گفت. به یعقوب بگو اگر خطری از جانب او من و خانواده ام را تهدید کند، تمام خاندانش را با آتش خواهم کشید. توله‌ای که قبل از پدر مادرش پارس کند، زودتر به دست گرگ دریده می شود. مواظب زبانت باش، این بار می بخشمت، بار دیگر بخششی در کار نیست. اگر قحطی موجب از بین رفتن محصول من شود، یعقوب و خانواده‌اش را زنده نخواهم گذاشت. همین حالا هم به محصول امسال امیدی نیست. سلام پدر، خوش آمدی. سلام پدر، چه عجب، بزرگ فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دست بردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب می‌دانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی‌کنه. او را با آینه چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او می‌خواهد از دین پدر بزرگش بگوید، خب بگوید. اصلا خاندان مرا ابلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه می‌کنید پدر. آنها همین تبلیغ را نیز بر نمی‌تابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است. آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم، که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا به دین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهید کرد. شما همه دیوانه شده اید؟ چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ میکند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خیش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم، نه با خدای اینان.
فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله قابله رو خبر کن، کمک کن. فارس من آنی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن، با اسم من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم، فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیز جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. شما ها گله را بیاورید. پدر کجا را؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز می‌کنم. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت هم راهیل با من خوب بود هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائم نخواهند شد. چرا اینگونه فکر میکنید؟ یعقوب و راهیل انسانهای بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد. اگر بچه هم از او داشته باشد او را بر همه همسرانش سروری خواهد داشت. مگر او چند همسر دارد؟ چهار همسر، من و لیا و زلفا و راهیل. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن، اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میفتد. من گمان نمی کنم یعقوب مرد عادل و مهربانی. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری، راهیل و بچهش رو از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه ای هستم.
نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. بچه رو بگیری. برای خالیتان راهیل دعا کن. دعای شما تو تار اجابت می دادن. چرا کاری نمی کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن که به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده. دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات میشود. حال راهیل چطور است؟ چندان تعریفی ندارد. کاری بکنی، حال راهیل خوب نیست. آرام باشید، ما خدا را داریم. هر آنچه که او اراده کند همان خواهد شد. مردم به تن و کنایه میگویند او به نفرین ایشتار و جادوی ایستر دچار شده است. بسیار خوب، حال ببینیم خدای راهیل و فرزندش بزرگتر و قویتر است یا خدای ایستر. مراقب راهیل باشید، من باز میگردم. کجا می روید؟ ما را در این حال تنها نگذارید. آرام باشید، من به خلوت نیاز دارم. تو با خدای خود هر چه می خواهی بکن، اما من نمی توانم دست بر دست بگذارم. طبیبی، دارویی، درمانی، کاری باید کرد. من نیز به سراغ طبیب می روم، طبیب واقعی.
هم بلای جان مردم فدان شده، هم بلای جان دختران من. نمیدانم با او چه کنم. چرا به سراغ ایستر نمیفرستن؟ قابلی توانه ایست. راست میگویی. جناب لابان، به سراغ ایستر بفرستید. اگر او بیاید قابلی توانه ایست. برو و ببین ایستر میآید. هرچه بخواهد به او میدم. بگو لابان گفت اگر دخترم را نجات دهی قول میدهم یعقوب را از فدان بیرون کرده و معبد ایشتار را از شر او خلاص کنم. برو. یعقوب به نفرین خدایان بابل گرفتار شده. سزای کفر به ایشتار بزرگ همین است. ببر صدایت را. چرا از خدایش یاری نمی طلبد؟ اگر من به جای او بودم به هنگام گرفتاری خدایم را فراموش نمی کردم. جناب لابان مرا فرستاده، نه یعقوب. او قول داده اگر دخترش را نجات دهی یعقوب را از فدان بیرون کند. به نظر من موقعیت خوبی است. مردم فدان باید قدرت ایشتار بزرگ و توانایی ایستر ساحره معبد را بدانند. اگر راهی را نجات دهی بی تردید ایمان مردم فدان بیشتر شده، اینجا را پر از زرسین خواهند کرد. مرگ راهی نیست، همین نتیجه را دارد. پس بگذار بمیرد. بسیار، برو همین را به مردم بگو. بگو مرگ راهی به خاطر کفر به ایشتار. بگو که نتیجه یک تاپرستی و نادیده گرفتن ایشتار جز این نمی باشد. چه زیباست اگر با مرگ راهیل و فرزندش باران نیز بر فدان ببارد. هر دو میمیرن. این دو دورا میکشد، به هوش نمی آورد. بدانم خدای یعقوب پیروز می شود یا خدای معبد. خب معلوم است پیروزی از آن ایشتار است. لابان، اسباب زحمت من شده این که چه؟
یعقوب که گفت خداوند قدرتمند و بی‌نظیری دارد، پس چرا از او یاری نمی‌خواهد؟ جهان راهیل در دستان توست، یاریش کن. اصلا فکر نمی‌کردم که به این زودی یعقوب دست نیاز به سوی معبد ایشتار دراز کند. چه خیال بیهوده و تصور باطلی، چه چیز باعث این تصور غلط در تو شده است؟ به زودی این تصور باطل حقیقت خواهد یافت، آنگاه که مرگ زن و فرزندت را به عیان مشاهده کردی. مرگ و زندگی به دست خداوند است، نه به دست ایستر و ایشتار. من از ایستر خواستم که به اینجا بیاید. حال راهیل خیلی بد است. راهیل به جز به خدای خود به دیگری نیاز ندارد. از خانه من برو بیرون. بیرون. صبر کن یعقوب، با تو هستم. برو بیرون. و فرزندت امشب نابود خواهند شد. خشم ایشدار جز با مرگ عزیزانت فرو نخواهد نشست. همسر من با دعای تو نیامده است که با نفرین تو برود. مردم فدان، این نه به خود رحم می کند نه به شما. کفر او هم قحطی برای شما برمقا خواهد آورد، هم مرگ را برای زن و فرزندش. به زودی، به زودی جادوی ایستر و قدرت ایشدار هر دو را خواهید دید. وای به روزت اگر بلایی بر سر دختر من بیاید. پروردگارا، آسمان تو ابریست، اما چشمان یعقوب است که میبارد. راهیل 11 سال است که منتظر این فرزند میباشد. 11 سال است نیش و کنالی زنان فدان را میشنود و تحمل. چقدر به او نازا گفتند، چقدر او را عقیم و بی ثمر خواندند. کاهن بزرگ مرا ببخشند، امشب برای یعقوب و خاندانش خواب ها دیدم. مرا تنها بگذارید. نفرین خدایان بر یعقوب و خاندانش باد. کفر یعقوب بی پاسخ نخواهد ماند. باید مجازات شود. ایشدار بزرگ، آتش خشم خیش را بر یعقوب و خاندانش فرود آور. راهی و فرزندش امشب باید نابود شوند. با این همه من نگران راهیل و فرزندم نیستم. بیم آن دارم که مرگ آنها موجب شادی ارباب معابد و بت پرستان شود. بیم آن دارم که تلاش چندین ساله من در محو شرک و بت پرستی بی نتیجه بماند. کاری بکن، همسر و فرزندم را نجات بده. نجات آنها موجب بیداری مردم فدان می شود. نجات آنها شکست معبد ایشتار و پیروزی اکتاپرستی بر شرک و بت پرستی است. خدای مهربان یاریم کن، یاریم کن، یاریم کن.
این وقت شب این نور چیست؟ راحیل به هوش آمد. دوباره شروع شد. آسمان میخواهد به حال راهیل بگریم. این نشانه خشم خدایان است. تندر خشم خدایان فرود خواهد آمد. یعقوب و خاندانش مجازات خواهند شد. ای ایشدار بزرگ، از حریم خدایان دفاع کن. بشه خشمت را بر خاندان یعقوب فرود آورد. یعنی فرزند راحیل به سلامت به دنیا اومد؟ پس نفرین ایشتار جادوی ایستر. بگذار مردم فدان قدرت عظیم تو و جادوی ایستر را ببینند. ایشتار بزرگ ما را خوشنود کن. بگذار تا دوستان تو ضعف و زبونی خدای یعقوب را ببینند. نبی خدا. درود خداوند بر همه شما باد. قدم نورسید مبارک. مبارک. خداوند را به خاطر الطافش سپاس میگویم و از او برای تو و فرزندمان طلب خیر و برکت میکنم. 11 سال در انتظار تو بودیم. چرا این همه دیر؟ نمیپرسید فرزندتان پسر است یا دختر؟ یوسف اسم پسر است یا دختر؟
از کجا دانستید؟ چه کسی به شما گفت؟ همان که ساعتی پیش مژده ورودش را به من داد. این باران هم از برکت قدوم توست فرزندم. خوش آمدی. راهیل و فرزندش به سلامت هستند. آره به آنان چه کار؟ باران را بنگر که قحطی را از فدان می‌زداید. چرا متوجه نیستی؟ باران همزمان با تولد فرزند راهیل و یعقوب باریدن گرفت. راهیل و فرزندش سلامت هستن؟ آری میبینی که چه کودک خوشیمن و مبارکیست. مردم چرا ایستاده اید؟ گوسفند و شتر قربانی کنید، فدان را آذین ببندید. از خدای یعقوب باید سپاسگزاری کرد. امروز روز حیات مجدد دختر من و پایان قحطی فدان است. چه شده؟ معبد ایشتار آتش گرفته. یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ با من بیایید. باران که همه چیز را میشوید و خاموش میکند، چرا بر آتش معبد اثر نمیگذارد؟ این عجیب نیست؟ ساهره ایسته؟ از در میان شعله های آتش بود، نتوانستیم نجاتش دهیم. ساهره سوخ؟ ساهره ایسته سوخ؟
ایستر هم باید مسوزد. نمیشود برای اون کاری کرد. مگر آتش کاهنه معبد رو هم میسوزانند؟ معلوم است اون که از خدایان نیست، او هم میسوزد. این بود خدای قدرتمند ایشتار. خود و کاهنانش در آتش سوختند و توان دفاع از خود را نداشتند. ایستر که میگفت راحیل و فرزندش نابود خواهند شد. چه شد؟ اینکه خودش نابود شد. کجا؟ می روم به خدای یعقوب ایمان بیاورم. شما که می گفتید یعقوب عامل بدبختی و نابودی مردم فدان شده است، ولی به عکس فرزند یعقوب مایه نزول باران و خیر و برکت برای ما شده است. برویم. بمانید. کجا می روید؟ بمانید از آیین نیاکان خود دفع کنید. بمانید. کجا می روید؟ معبد در حال سوختن است. بیشتر نابود می شود. کاهن بزرگ می سوزد. برگردید. کجا می روید؟ آتش معبد باید خاموش شود. بیشتر نجات بدهید. آتش را خاموش کنید. گویا باران رحمت الهی جسم و جان این مردم هر دو را تطهیر کرده است. به یمن قدوم فرزند شما باران به فدان می بارد. او را به ما نشان نمی دهید؟ من ناگزیرم که به نبوت شما اقرار کنم، چرا که به عیان دیدم با آمدن فرزند تو هم معبد بت‌پرستان نابود شد، هم قحطی فدان. قدوم یوسف مبارک است، اما آن که معبد ایشتار را نابود کرده و باران بر فدان نازل نموده خدای من است، خداوند یکتا. نمی خواهید او را ببینید؟ من و همسرم خدای تو را دیده بودیم. امشب مردم فدان نیز دیدند، هم قدرت بی انتهای خدای تو را، هم ذلت و زبونی خدایان خیش را. اینک آمده اند که به خداوند یکتا ایمان آورند. ای نبی خدا، ای نبی خدا، قلوب اینان را با نور ایمان منور گردان. آیا همه شما بر کلام فارس هستید؟ با من بگویید. ما از همه خدایان سرد و سنگی، و دیگر خدایان زمینی، دیگر خدایان زمینی بیزاری می جوییم. بیزاری می جوییم. و
و به خداوند یکتا ایمان می‌آوریم. خداوند آسمان ها و زمین، خداوند آسمان ها و زمین، و به همه پیامبران و فرستادگانش ایمان می‌آوریم. و از فرامین آنها اطاعت می‌کنیم. از فرامین آنها اطاعت می‌کنیم.